ترشتگن و آینده سخت در بارسا. فاتی قرضی فروخته نمی شود. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. ترشتگن در دروازه‌بان آلمانی در بارسلونا آینده سخت خواهد داشت و او تحت فشار قرار خواهد گرفت. باشگاه بارسلونا مخالف فروش مهاجم اسپانیایی به صورت قرضی است. بارسلونا تمدید قرارداد مارک آندره ترشتگن را در اولویت مطلق قرار داده است. بنابراین آنها ماها تلاش کردند که به توافق برسند اما هنوز نهایی نکردند. بعد از پیشنهادهای رد شده بارسا احساس میکند مذاکرات تا زمانی که از عواقب همگیری دشمن مشترک اطلاع نداشته باشند ادامه خواهد یافت. به همین دلیل آنها به دروازه‌بانشان گفتند که مذاکرات در انتظار میماند، در حالی که باشگاه‌های مختلف این ستاره آلمانی را میخواهند. رابطه بین بارسا و ترشتگن خوب است. دو طرف از نظر مذاکرات تفاوت دیدگاه دارند اما هنوز تمایل دستیابی به توافق وجود دارد. به همین دلیل نماینده وی دلایل باشگاه را برای درخواست مذاکره برای مدت توقف می کند، زیرا بارسا می خواهد باید بداند که وضعیت مالی آنها پس از همگیری دشمن مشترک چگونه خواهد بود. ترشتگن همیشه تمایل خود را برای تمدید نشان داده، زیرا او با خانواده اش در بارسلونا خوشحال است. اما دروازه‌بان آلمانی همچنین می فهمد که اوضاع بعد از بحران کنونی یکسان نخواهد بود و می خواهد باشگاه به او ارزش بدهد. دروازه‌بان ملی پوش آلمانی به اندازه بسیاری از هم‌تیمی‌هایش که اخیراً بیشتر از او تجدید بازی کرده اند درآمد کسب نمی‌کند. در حقیقت او نسبت به بعض از بازیکنان که تقریباً به اندازه او بازی نمی‌کنند درآمد کمتر دارد، چه رسد به این که نقش او را در تیم داشته باشد. بارسا می‌پذیرد که دادخواست او منصفانه است، اما اوضاع مالی پیچیده است و آنها در حال مطالعه متغیرهایی هستند که وی را متقاعد به امضا کند. منابع باشگاه می‌گوید اولویت ترشتگن تمدید قرارداد است و این بدان معنا نیست که سایر باشگاه‌ها علاقه‌ای به او ندارند. اگر ترشتگن امسال تمدید نکند، بارسا موظف است قبل از این که وی با گونه رایگان در سال 2022 باشگاه را ترک کند، وی را در سال 2021 بفروشد. یوونتوس، بایر مونیخ، منچستر سیتی و چلسی همه شرایط او را دنبال می کند. با نقل از آیس، باشگاه بارسلونا قصد ندارد برای فصل آینده آنسو فاتی را به صورت قرضی بفروشد. مهاجم عبدالساله که توانست در سال 2019 رکوردهای متعدد را به نام خود ثبت کند، چه در دوران ارنستو والورده و چه کیکیستن، در غیاب مهاجمهای آسیب دیده فرصت بازی پیدا میکرد و حتی گاهی در ترکیب اصلی قرار میگرفت. او نشان داد که میتواند در تیم نخست باقی بماند. تیم کاتالانی میخواهد پیشرفت بازیکن اسپانیایی را تحت نظر داشته باشد و او را با یک بازیکن مستعد همچون کارلوس پویول، آندرس اینستا، ژاوی ارناندس و یا لیونیل میسی تبدیل کند. همان طور که آیس چند هفته پیش اعلام کرد، قرارداد فاتی هنوز به عنوان بازیکن پایه است و میتواند قراردادش تغییر کند تا دقایق بیشتر بازی کند. منابع فسخ قرارداد مهاجم جوان اسپانیایی از 400 میلیون یورو عبور خواهد کرد و این بازیکن به صورت رسمی به تیم نخست خواهد پیوست. قرارداد این بازیکن تا سال 2022 و قرار است دو سال دیگر تمدید شود. اکنون مبلغ بند آزادسازیش 170 میلیون یورو است. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.